خدا کیه؟ خدا چیه؟ آیا اگه خدایی وجود داره یه دونه است؟ یا چند تا خدا داریم؟ اصلا معنی خدا چیه؟ عامل و خالق مخلوقات جهان هستی. این مخلوقات شامل همه چیزه. فوتون ها، هسته، اتم، مولکول ها، ذرات خاک، ذرات هوا، باکتری ها، حشرات، آبزیان، خزندگان، پرندگان، پستانداران و انسان. آسمان، سیارات، کهکشانها، آسمانها، زمان، ماتریکس و بیگ بنگ. اصلا خدا کجاست؟ توی آتیش کوه طور موسی؟ وسط چاک دریای سرخ؟ یا تو اوج آسمون آبی؟ یا بعد از سیاهی های آسمون ها، لای دستای یه چوپان بی سواد که داره موهاشو نوازش میکنه، یا در بخش دیوانه دانش طربناک نیچه ما اونو با دستای خودمون کشتیمش؟ خدا کجاست؟ خیلی دور یا خیلی نزدیک؟ فراتر از حد تصور انسان دور یا نزدیکتر از رگ گردن بین الله و اکبر گفتنهای اعضای گروه داعش قبل از سر بریدن، یا تو صوت اذان صبح رجای شهر قبل اعدام؟ خدا کجاست؟ توی شب قدر، شب قرآن به سر، بین زجه های الهی العف، الهی العف، یا حین رقصیدن کنار معشوق مست مست، حین سربریدن گوسفند وحشت زده زیر پای آجی، یا ستارالصورت عیسی، خضر و ناجی؟ توی روزه سکوت بودا، یا توی صدای آوار شدن خونه ها رو سر بچه های بیگناه ترکیه و سوریه؟ خدا مهربونه؟ رحمانه؟ رحیمه؟ پس چرا وضع دنیا اینه؟ چرا این همه جنایت آزادانه داره اتفاق میفته؟ چرا حق ضعیفا رو دارن مثل کره میخورن؟ میگن خدا عالمه به زمان. اگه از قبل میدونست چی خلق کرده و قراره چی بشه، اصلا چرا خلق کرده؟ شاید الان داره پاپکورن میخوره و به فیلمی که ساخته نگاه میکنه. بعضی ها میگن انسان گونه تحت آزمایش یک موجود فراهوشمنده. گیریم درست، ما رو اصلا یه موجود دیگه خلق کرده و ما موش آزمایشگاهیشیم. خدای اون کیه؟ اونو کی ساخته؟ من با اون کار دارم. اون جواب سوالای منه. کدوم خدا درسته؟ خدای ادیان؟ خدای ادیان میگه ما انسان رو ضعیف خلق کردیم که محتاج ما باشه، وسوسه ها را بر او فرستادیم تا نفس او را بسنجیم. مگه خودت نگفتی که ما انسان را ضعیف آفریدیم؟ پس چرا وسوسه ها رو فرستادی؟ تو که میدونی انسان ضعیفه و فریب میخوره. خدای ادیان میگه من در وجود تو شهوت قرار دادم که تو رفع نیاز کنی، اما به تو گفتم اگر زنا کنی در آتش میسوزی، اگر دزدی کنی قطع ید میشوی، و اگر تو گناهکار باشی من تو را به عمق یک جهنم سوزان و وحشتناک میفرستم که هیچ راه فراری نداشته باشی و تا ابد آنجا بمانی، چون دوستت دارم. این خدا متکبره. یه متکبر
میگه ازم بترسید تا دهنتون رو سرویس نکنم. شش، ساکت، سوال نپرس، سرتو بنداز پایین و مثل یک بره بچر، بنوش، بکن و بمیر. خدا عادله. یکی که 4 ستون بدنش سالمه، با یه پدر و مادر تحصیل کرده، ثروتمند، توی خونه عالی با بهترین امکانات، غرق ناز و نعمت به دنیا میاد. یکی دیگه هم پایین شهر، فلج، در یک خانواده فقیر با شکمی گرسنه که پدر و مادرش روزی 100 بار آرزو میکنن بمیره. کدوم عدل؟ ولمون کنید بابا. خدایی که اینا میگن عادل نیست. یکی تا اینجا غذا میخوره، ساعت و انگشتر و دستبند و گردنبند طلا داره، مثل خوک مال هزاران نفر رو خورده، یه لیوان آبم روش، بارها و بارها به زن مردم دست رازی کرده، توی دادگاه دست رو قرآن گذاشته و قسم و دروغ خورده. تشم میگه خدا چه کوفتیه، همش کشکه. یکی هم توی فقر، در حالی که هنوز شرافتشو داره، همش میگه خدایا خدایا به دادم برس، و درست همون لحظه یک بیلاخ بلورین از آسمان برای او فرستاده میشه. اما خودمونیم، نمیشه خدا نباشه. قطعاً یه شعور و هوش بی‌نهایت این دنیای شگفت‌انگیز رو ساخته. فقط شاید اونقدری که میگن مهربون و عادل نیست. شاید راهش این باشه که این شعر رو قبول کنیم. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. شاید خدا درون ماست، یکی از معانی تشکیل دهنده هویت ماست. نه؟ اما من میگم خدا اکنون است. آره آره، همین الان، همین حالا، با عشق. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. سوره ها بخشی